فارغ از مجموع بورسی پلاس، امروز اومدیم با معرفی یک بورسی جدید دیگه و همچنین نحوه اپلای برای اون بورسی. بورسی که امروز براتون تدارک دیدیم معرفی بورسی فول فاند دولت هنگ کنگ هستش، برای سال 2022 تدارک دیده و برای مقطع دکترا هستش. رشته زیادی رو هم پوشش میده. بریم با هم ببینیم این بورسی اصلا چی هست و بعد ببینیم چی میشه اپلای کرد. مدت تحصیل تو دانشگاه هنگ کنگ 3 ساله، این بورسی هم 3 ساله پوشش میده، ولی گفته اگه بیشتر باشه باید پوشششتون رو از دانشگاه بدین. ببینید براتون دانشگاه چه پوششی رو میتونه تدارک ببینه. پتانسیل هایی که مورد بررسی قرار میگیره، دانشگاه بررسی میکنه شما ببینید که توانایی پنسل تحقیق و پژوهش دارید، مهارت های ارتباطیتون به چه شکل هستش و توانایی رهبری. این 4 عنصر مهمی هستش که تو مصاحبه ازتون بررسی میکنن یا تو انگیزانات نگاه میکنن و بهتون بورسیه میدن. و بعد بگم که 300 نفر هم در کل دنیا این بورسیه رو هر ساله میگیرن و به 300 نفر در واقع اعطا میشه. بعضی معیارها هم که میبینید مورد بررسی میکنن و 8 دانشگاه هستش که توی بورسی مشارکت دارن. شما از هر کدوم از این 8 دانشگاه پذیرش میدید در مقطع دکترا، در زمینه هایی که مد نظر این بورسی هست میتونید برای این بورسی هم تقاضا بدین و شرط شما بررسی میشه. نسبتا 300 نفر به بورسی ها دیگه نسبت خوبی هستش. دانشگاه های زیادی هم از هنگ کنگ مشارکت دارن در این بورسی، دانشگاه با رتبه های خوب و رتبه معمولی. شما تا 10 آذر ماه 1400 مهلت دارید، ولی قابل توجهتون این باشه که سالهای بعد هم بورسی تکرار میشه و تقریبا بورسی هست که هر سال هستش، ولی حالا فاصله زمانش ممکنه یکی دو روز هر سال این و اونورتر بیفته بنا به برنامه ها که دارن. فقط دانشجویانی که میخوان مقطع PhD رو اونجا بگذرونن در واقع میتونن برای بورسی تقاضا بدن. برای چه زمینه های؟ برای زمینه های علوم، رشته هایی که مرتبط با علوم هستن، مثلا علوم پایه منظور هست اینجا بیشتر. رشته های پزشکی، بچه‌ای که برای تخصص PhD میخوان اقدام بکنن دانشگاه هنگ کنگ، مهندسی و فناوری، بچه‌ها به علوم مهندسی، بچه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و مطالعات تجاری. تو این زمینه ها اگه باشه رشته‌ای که پذیرش گرفتید میتونید برای بورسی تقاضا بدید. اما ببینید بورسی چه چیزایی پوشش میده. بورسی شهریه شما رو ویب میکنه، در واقع شما نیاز به پرداخت هیچ گونه شهریه‌ای نخواهید بود. حقوق سالیانه در حدود 41,000 دلار آمریکا به شما پرداخت خواهد کرد و یک کمک هزینه برای سفر و کنفرانس تحقیقاتی هم بهتون میده که 1,700 دلار کل سقفش هست که بهتون میده. دانشجویان سراسر دنیا میتونن شرکت بکنن، از جمله دانشجویان ایرانی و افغانستانی. برای دانشگاهی که شامل بورسی میشن، دانشگاه های کشور هنگ کنگ هستن، همون هشتگی که بالاتر بهش اشاره شد. مدرک زبان شما لازم دارید قطعا برای پذیرش گرفتن از دانشگاه های هنگ کنگ، ولی خب این که در الان نمره چی هست بسته به رشته شما و دانشگاه متفاوته. بعد تو سایت دانشگاه ها ریکوایرمنت هاشون رو چک بکنید نگاه که میخواید پذیرش بدید و اون IELTS که مد نظر اونها هست رو معمولا 6.5 یا 7 هست کسب بکنید. مدرک کارشناسی ارشد باید داشته باشید، ترجمه ارشدتون باید مرتبط باشه، رزومه علمی قوی و اون اثبات رهبری باید داشته باشید. شرایط عمومی هر دانشگاه مشخص مونده، ممکنه یه دانشگاه از شما GRE یا GMAT بخواد یا یک سری مدارک دیگه رو بخواد متناسب با رشته شما، پس در نتیجه برای پذیرش باید برید اونها رو بگیرید. پس شرط اولی که از دانشگاه باید پذیرش بدید تا بتونید وارد چرخه گزینش برای بورسیه بشید. خب از شما رزومه و انگیزنامه میخواد، رزومرات میخواد که خب اینها دانشگاه میخوان، هر کدوم از دانشگاه. و بعد از تغییر پورتالش درخواست بدید، دو تا هم شما رشته دانشگاه بیشتر میتونید انتخاب کنید. ما حالا کلیک میکنیم بریم اطلاعی اصلی یا اطلاعی انگلیسی بورسی هنگ کنگ رو مطالعه بکنید. ببینید که این سایت دولت هنگ کنگ هستش، اینجا دامنش دامنه دولت هنگ کنگ هستش. به صورت کاملا واضح و شفاف اومده توضیح داده، گفته که از سال 2009 شورای تحقیقاتی که تو هنگ کنگ هستش تصمیم گرفته این بورسیه HKPFS که در واقع ده هنگ کنگ PhD فلوشیپ اسچم هستش رو ارائه بده. در واقع یه جور PhD فلوشیپ هستش.
برای دانشجویان که علاقه دارن توی یکی از دانشگاه هایی که مورد حمایت دولت هنگ کنگ هست دکترا بگیرن. خب اینجا لیست دانشگاه ها رو میبینید که براتون لیست کرده و گفته شما باید توانایی ها داشته باشید، که توانایی های علمی، توانایی های تحقیقاتی، توانایی مهارت های ارتباط افراد و مهارت رهبری، این بلاک هستش. چقدر پوشش میدن اینجا کامل برای شما توضیح داده که آره آقا ما 41400 دلار تقریبا سالیانه به شما پرداخت میکنیم به دلار آمریکا، برای کار تحقیقات 1730 دلار خواهیم پرداختش که و حدودا هم 3 سال پوشش خواهد داد. 300 نفر برگزیده میشن و بر پوشش های بیشتر از 3 سال هم که به دانشگاه بره. و گفته حالا کدوم زمینه ها؟ گفته این زمینه هایی که مورد رشته هایی که مرتبط با این زمینه ها باشن تحت پوشش قرار خواهند گرفت. علوم، پزشکی، مهندسی، همونی که ما اونجا گفتیم. معیارهایی که میخواد رو اینجا بهشون اشاره کرده. شما گزینه بعدی رو بزنید، اپلیکیشن رو بزنید، اپلیکیشن پروسیدور رو بزنید. اینجا برای شما آورده how to apply، به شما کاملا واضح و مشخص گفته چی رو اپلای بکنید. دوستان عزیز، شما اگه این قدر زبان انگلیسیتون خوب باشه که بتونید مطالعه بکنید بدون نیاز به کمک هیچ مؤسسه هیچ شخصی، میتونید مراحل اپلای خودتون انجام بدید و نیاز به خرج هزینه های گزافی نخواهید داشت. ولی اگه اونقدر زبانتون انگلیسی خوب نیست که بتونید انجام بدید، تقریبا برای روسی هم شانسی نخواهید داشت. پس بهتره باز هم اقدام برای نقل، اگه نمیتونید این موارد ساده رو مطالعه بکنید و براش اقدام بکنید. گفته که از 1 دسامبر سیستم بسته خواهد شد و قبل از اون شما باید براش اپلای بکنید. توضیحات رو داده اینجا و میرین پایین تر میبینید که گفته گام اول برای اپلای کردن اینه که وارد سامانه خود دولت هنگ کنگ بشید و درخواست بدید برای بورسیه و سپس از طریق همون سامانه درخواست بدید برای پذیرش ها و بعد پذیرش بگیرید سپس بدید برای بورسیه ها سنجیده بشه شرطون. یکی راهنامه و دستور عمل به زبان انگلیسی در قالب پی دی اف برای شما قرار داده، اینو میزنید و میتونید دانلود بکنید. تمام شهادمون میزنید که برای ما باز بشه. و بعد اینجا سیستم اپلیکیشن هست، سیستم توازن هست، شما اینو بزنید وارد بشید. در گام دوم گفته شما کلیه مدارکتون رو باید آماده بکنید و درخواست میدید در دانشگاه و سپس اومده دانشگاه رو برشان نیست کرده، گفته تا قبل 1 دسامبر بعد حالا بنا به این ساعت هایی که مشخص کرده یا 2 دسامبر برای دانشگاه ادمیشن به تقاضا بدین برای ادمیشن و برای پذیرش گرفتن. میبینید که کامل نیست کرده، اطلاعات هم گذاشته. شما رو هر کدوم کلیک بکنید وارد صفحه دانشگاه میشین که مرتبط با اون بورسیه هست و اطلاعات تکمیلی رو در مورد دانشگاه میتونید به دست بیاریم. حالا ما به راهنماشو که باز کردیم ببینیم چی هست. بله میبینید در 5 صفحه یک گایدلاینی برای شما تدارک دیده، به راحتی شما میتونید مطالعه بکنید. اطلاعات رو گذاشته که تا چه ساعتی شما چه ساعتی و چه روزی میتونید اپلای بکنید برای این بورسیه و چجوری برای مدارکتون رو آماده بکنید، چه مدارکی رو داشته باشید. در تمام اینها توضیح داده شده که برای دانشگاه چگونه باید اقدام بکنید، چه سایت هایی میتونید به دانشگاه برید و برایشون اقدام بکنید و شما که با مطالعه همین گایدلاین به راحتی به پاسخ سوالاتتون دسترسی پیدا بکنید. با این حال خودشون هم معمولا یک ایمیل میزنن که شما میتونید به ایمیلشون دسترسی پیدا کنید و بهشون ایمیل بزنید سوالاتتون رو. با این حال یه سری بخشی میذارن که پاسخگوی سوالات متداول. در این قسمت سایت هم میبینید که همچه چیزی رو گذاشتن، گفتن سوالاتتون رو میتونید از ما بپرسید از طریق این ایمیل و همچنین سوالات تخصصی تری که معمولا پرسیده میشن اینجا گذاشتن. شما به راحتی میتونید با مطالعه اینها پاسخ بسیاری از سوالاتتون رو به دست بیارید. در مورد زندگی و تحصیل تو هنگ کنگ هم داخل این سایت توضیح داده شده. خودشون گفتن هزینه ها به چه صورت هست، زندگی به چه صورت هستش و گفتن چه دانشگاه هایی با ما مشارکت دارن باز اینجا. و آخر اخبار در مورد این بورسیه رو هم که در این بخش واتس نیوز بخونیم. اینجا حتی صفحه بندی کرده دانشگاه ها رو برای شما. در این قسمت هم میبینید که آخرین اخبار رو قرار داده. حالا ما میخوایم در واقع همین رو بگیم مطالعه کرده ایم و میخوایم اپلای بکنیم برای این موسیقی وارد سامانش بشیم. این گزینه که کلیک بکنید وارد صفحه میشه که میگه آره ددلاین ما این موقع سایت باز میشه و این موقع بسته میشه و شما میتونید توازده من تصدیم هم بیارم اینجا شما راحت باشه. ببینید اینجا یک اینیشیال اپلیکیشن فرم آورده، گفته از 1 سپتامبر شروع میکنیم، 1 دسامبر میبندیم. پس الان تایملاینی هستش که ما میتونیم توازده بدیم. این گزینه رو میزنیم
وارد سایت میشید و وارد اون مرحله که باید در واقع اطلاعات رو بخونید، اطلاعات نهایی همون گایدلاین و مورد تایید شما اگه باشه میخونید، اینجا میزنید اینشال اپلیکیشن فرم، اپلیکیشن فرم برای شما باز میشه. اینجا میبینید سیکشن A خواسته که یه سری توضیحاتی داده که حتما اینو مطالعه بکنید. سیکشن A از شما اطلاعات شخصی خواسته، اسم و فامیل و مشخصاتتون از شما خواسته، ایمیل ادرس میدونید، به صورت کامل به زبان انگلیسی گزینه به گزینه برای شما توضیح داده. شما با پر کردن همین فرم راحت میتونید با ارسال و انتخاب مدارکتون، در واقع آپلود مدارکتون و پیش رفتن مطابق همین برای یک بورسی مقطع دکترا در دانشگاه های هنگ کنگ اپلای بکنید. ولی سایر بورسی هم به همین شکل هستش. اطلاعاتتون رو در اینجا وارد میکنید، دانشگاه هایی که مد نظرتون هست رو انتخاب میکنید، دو انتخاب دارین، میتونید حالا بنا به اون رشته که علاقه دارین یک دانشگاه رو انتخاب بکنید، دو تا رشته شو، یا اینکه نه دو تا دانشگاه دو تا رشته، و اینجا اطلاعاتشو پر میکنید. حالا مثلا میگید من میخوام دکترامو تو این رشته تو اون رشته بخونم و یکی یکی انتخاباتون رو انجام میدین. حالا ما برای که وقت ویدیو گرفت نشه همجوری یک انتخابی انجام میدیم. دپارتمان هاشو میدیم، مثلا میشون دپارتمانش رو انتخاب بکنید. حالا ما بیشتری از انتخاب نمی کنیم که وقت ویدیو گرفت نشه، شما از اون راحت بتونید آموزش رو ببینید. و بعد به شما میگه که مثلا تو چه زمینه ای میخواین اقدام بکنین، زمینه ها رو به صورت گزینه آورده، توضیحات کاملا شفاف و واضحی داده. اینجا گفته اینجا بخشی که شما باید میاره من اینها رو مثلا قبول دارم، مطالعه میکنین و اعلام قبولیتون رو میکنین، کامل اینها رو باید توضیح داده. و بعد همچنین گفته که شما چجوری راجع به بورسی اطلاع پیدا کردین و یه سری اطلاعات دیگه، و شما سابمیت رو میزنید وارد مرحله بعد میشین. از به همین راحتی شما با مطالعه گایدلاین هر بورسیه که تو سایتشون منتشر شده، با مطالعات سوالات متداولشون، با ایمیل و مکاتبه با پشتیبانی اون سازمان اون ارائه دهنده بورسیه به راحتی میتونید اپلایتون انجام بدید. فقط کافی این فرم رو پر بکنید و حالا برای اون دانشگاه هم برید داخل سایتش، برای دانشگاه هم فرم ها که مد نظرشون هست رو پر بکنید، براش ارسال بکنید و حالا پذیرش بگیرید، سپس وارد مرحله بورسیه و مصاحبه و اخذ فاند بشین. کار خاصی نداره اپلای کردن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، حتما لایک بکنید تا بیشتر ما دیده بشیم. سوالی داشتین کامنت بذارین، آموزشی مد نظرتون بود برای معرفی و اپلای یک بورسیه جدید حتما تو کامنت ها بهمون بگین، با دوستاتون اشتراک بذارین، شاید به درد اونها بخوره و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار شما.